رونمایی از ربات هوشمند آمازون. شرکت آمازون از نخستین ربات خانگی خود به نام آسترو که به فناوری هوشمند خانگی الکسا مجهز است، رونمایی کرد. آمازون اعلام کرده ربات این شرکت دارای قابلیت کنترل از راه دور است و می‌تواند در نبود افراد در منزل با استفاده از دوربین خود به بررسی محیط خانه بپردازد. همچنین زمانی که آسترو از اتفاق غیرمعمول با خبر شود، پیامی به صاحب خانه می‌فرستد تا او را در جریان قرار دهد. این ربات به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که بتواند تعداد زیادی حرکات و احساسات مختلف را از طریق صفحه نمایش خود به نمایش بگذارد. قیمت این ربات حدود $1,000 اعلام شده است. سردرگمی دانشمندان در حل معمای لکه سرخ مشتری. افزایش سرعت چرخش لکه سرخ بزرگ مشتری که بزرگترین طوفان چرخان بر سطح این سیاره محسوب می شود، باعث سردرگمی دانشمندان شده است. این طوفان از اینکه از زمان آغاز رصد، یعنی حدود 150 سال قبل، همواره بدون وقفه در حال چرخش بوده، منطقه کوچکی از سیاره مشتری را شامل می شود. اما به اندازه بزرگ است که می تواند کره زمین را در خود جای دهد. طبق تحقیقات دانشمندان، بادهایی که به دور این لکه سرخ در چرخش هستند، حدود 640 کیلومتر بر ساعت سرعت دارند. سرعتی که نسبت به سال 2009 8% افزایش یافته است. علاوه بر تلاش برای یافتن منبع انرژی این طوفان عظیم که از مدت‌ها قبل بدون وقفه در حال چرخش است، افزایش سرعت بادهای لکه سرخ سردرگمی دانشمندان را در پی داشته است. الهام از نوعی سفره ماهی برای خروج میکروپلاستیک‌ها از اقیانوس. هر سال میلیون‌ها تن میکروپلاستیک از طریق رودخانه وارد اقیانوس می‌شوند و محیط زیست را آلوده می‌کنند. اکنون سفره ماهی مانتا الهام بخش محققان برای جمع‌آوری میکروپلاستیک از آب‌های آزاد شده است. زمانی که این سفره ماهی دهان خود را برای بلعیدن پلانکتون‌ها باز می‌کند، پلانکتون‌ها به همراه حجم زیادی از آب وارد بدن این جاندار می‌شوند. اما هنگامی که آب بلعیده شده از بدن این سفره ماهی در حال خروج است، نوعی فیلتر مانع از خروج پلانکتون ها می شود و غذای شکار شده در داخل بدن باقی می ماند. اکنون دانشمندان سیستمی طراحی کرده اند که می تواند به روشی مشابه به شکار میکروپلاستیک ها بپردازد و اقیانوس ها را پاکسازی کند. بزرگترین پروژه انتقال انرژی پاک در جهان. ساخت بزرگترین زیرساخت انرژی پاک جهان میان کشورهای استرالیا و سنگاپور آغاز شده است. این پروژه که هزینه آن 22 میلیارد دلار برآورد شده، الکتریسیته تولید شده در مزارع گسترده خورشیدی استرالیا را به کشور سنگاپور خواهد رساند. در واقع یک کابل فشار قوی قرار است در سال 2027 و از طریق بستر دریا الکتریسیته تولید شده در این مزارع را که در باتری‌های مخصوصی ذخیره می‌شوند، در مسیری 5000 کیلومتری به سنگاپور منتقل کند. برای تحقق این پروژه استرالیا ابتدا باید بزرگترین مزرعه خورشیدی جهان را بسازد که توانایی تولید 17 تا 20 گیگاوات الکتریسیته را دارد. احتمال وجود سیاره نهم در منظومه شمسی. تحقیقات جدید با استفاده از مدل‌های کامپیوتری نشان می‌دهد احتمال وجود سیاره نهم در منظومه شمسی وجود دارد. طبق این بررسی‌ها، این سیاره یک سیاره سنگی شبیه مریخ و زمین است که در فضاهای دوردست منظومه شمسی و آن سوی سیاره نپتون قرار دارد. در واقع در مناطق دوردست و بیرونی منظومه شمسی، علاوه بر سیارات گازی و یخی، چند سیاره سنگی به اندازه زمین یا مریخ نیز وجود دارند که با گذشت زمان در مدارهای دورتری از منظومه شمسی قرار گرفتند. دانشمندان امیدوارند بتوانند فرضیه وجود این سیاره را به اثبات برسانند. پیشتر پلوتون به عنوان نهمین سیاره منظومه شمسی شناخته می‌شد، اما با قرار گرفتن آن در رده سیاره‌های کوتوله در سال 2006، پلوتون از فهرست سیارات منظومه شمسی حذف شد.